while و یا meanwhile تفاوتشون چیه و کجا میشه به درستی ازشون استفاده کرد کامل و جامعه میخوام بهتون یاد بدم بریم سر وقت این درس قبل از اینکه شروع کنیم بچه ها این رو بهتون بگم که while و meanwhile در برخی از مواقع و موارد میتونن شبیه به همدیگه باشن با اینکه اجزای کلامشون با همدیگه متفاوته و فرق داره یعنی میتونیم چیکار کنیم یک جمله رو داریم میتونیم از وایل درش استفاده کنیم و یک معنی بده میتونیم یکم تغییرش بدیم برای استفاده از مین وایل میتونیم یکم تغییرش بدیم اما باز همون معنی اول رو بده در چنین مواقعی وایل و مین وایل میتونن از لحاظ معنی شبیه هم باشن بریم سر وقت while بچه ها while سه تا معنی اصلی که میتونم بهتون بگم اینا هستن در حالی که در حین مادامی که این از این بریم چهار تا نکته در مورد این کلمه بدونیم It's a conjunction It is a conjunction بچه ها conjunction part of هستش یعنی یک حرف ربط هستش while حرف ربط چیکار میکنه بچه ها؟ داخل یک جمله قرار میگیره و عبارت اول رو به عبارت دوم وصل میکنه ربطشون میده اصلا به خاطر همینی که بهش میگیم حرف ربط نکته دوم میگه که one sentence and two actions one sentence and two actions به خاطر همین میگم کنجانکشنه بچه ها یک جمله رو داریم و دو تا عمل متفاوت داریم عمل اول وز شده به عمل دوم یا ربط پیدا کرده به عمل دوم و یا بالعکس نکته سوم میه که at the beginning or middle of a sentence at the beginning or middle of a sentence این رو به یاد داشته باشین که بچه while در بیشتر موارد وسط جمله قرار میگیره اما مواقعی رو هم داریم که میتونیم از while در ابتدای جمله استفاده کنیم کاملا هم یه چیز عادی استش و اشتباه نیست بریم سر وقت نکته چهارم followed by subject followed by subject sometimes ing verbs sometimes ing verbs بیشتر اوقات بچه ها پشت سر while subject pronoun قرار می گیره. while I was while you were while she was while it was he, she, it و بقیه subject pronoun هایی که داریم در بیشتر موارد subject قرار میگیره و بعضی از مواقع هم ing verb قرار میگیره تو مثال هایی که براتون آوردم این رو دقیقا توضیح میدم بچه ها قبل از اینکه بریم سر وقت ادامه درس این رو بهتون بگم که ساخت چنین ویدئوهای آموزشی از من زمان میبره پیدا کردن جملات و این کلمات ساخت همچین اسلایدهایی. هایی تنها چیزی که در قبالش ازتون میخوام اینه که این ویدیو رو لایک کنین با دوستاتون به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارین ممنون میشم اگه این کارها رو برام انجام بدین و اگه از قبل سابسکرایب نکردین حتما حتما عضو تا ویدئوهای بعدی رو از دست ندین بریم سر وقت ادامه درس بریم سر وقت این دوتا جمله بچه ها با همدیگه بررسی کنیم میگه که I read it while you were drying your hair I read it بچه ها, read نیست قبلا بهتون گفتم که حالت گذشته read همون جوری نوشته میشه read اما تلفظش متفاوته I read من میخونم I read من خوندم اینجا حالت گذشته هستش I read it while you were drying your hair. من وقتی که تو داشتی موهاتو خشک کردی خوندمش. بچه گفتم که while میتونه وسط جمله بیاد مثل جمله اول یا میتونه در ابتدای جمله قرار بگیره مثل جمله دوم while you were drying your hair comma, I read it اگه اول جمله بیاریم بچه ها کاما رو باید دقت کنید while you were drying your hair به خاطر اینکه اینجا یه مکس کوتاه وجود داره کاما میذاریم I read it وقتی که دو داشتی موهاتو خشک میکردی من خوندمش این از این و نکته دوم چی بود بچه ها؟ گفتم بعد while subject pronoun قرار میگیره یا همون subject قرار میگیره while you این رو هم حواستتون باشه بریم سر وقت عبارات و جملات بیشتر جمله اول در این سلاید میگه که while I was in Italy while I was in Italy I went to see Alex while I was in Italy I went to see Alex هنگامی که در ایتالیا حضور داشتم یا در ایتالیا بودم رفتم که الکس رو ملاقات کنم یا ببینمش جمله دوم میگه که every day I eat breakfast while reading the newspaper. Every day, I eat breakfast while reading the newspaper. اینجا رو دقیق کنید بچه ها میگه که هر روز هنگامی که صبحانه میخورم روزنامه هم میخونم. Reading بچه ها اینجا به صورت ing دار اومده گفتم بعضی از اوقات بعد از while میتونه یک فعل به صورت ing دار بیاد. اینجا همون نکته رو داره بازگو میکنه یا بهش اشاره میکنه Every day I eat breakfast while reading reading the newspaper این از این جمله سوم میگه که While you sang I took a picture of you While you sang I took a picture of you هنگامی که داشتی میخوندی آواز میخوندی یک عکس از تو گرفتم یه عکس ازت گرفتم این جمله رو میتونیم اینجوری هم بگیم که I took a picture of you while you were singing while you were singing ازت یه عکس گرفتم وقتی که داشتی آواز میخوندی به همین سادگی حالا بریم سر وقت meanwhile بچه ها meanwhile یک adverb و یا قید هستش while چی بود؟ یه یا حرف ربط meanwhile ایتس این ادورب یه قیده به معنی در حالی که ضمن اینکه در خلاله نکته دوم یه که connects two separate sentences connects two separate sentences دو تا جمله کامل شده یعنی جمله اول کامل شده و بعد از اون جمله دوم هم کامل هستش. اون دو تا جمله رو میاد به هم دیگه وصل میکنه. دو تا جمله کامل رو میاد به هم وصل میکنه.. نکته سومیه که mostly at the beginning of the second sentence mostly at the beginning of the second sentence در بیشتر مواقع بچه meanwhile، در ابتدای جمله دوم قرار میگیره یعنی چی؟ شما جمله اول رو میگین نقطه رو میذارین تمومش میکنین و بعد وایل رو مینویسین تا جمله دوم رو شروع کنین در ابتدای جمله دوم قرار میگیره و نکته مهم چهارم میگه که needs comma it needs comma meanwhile بچه ها به کاما احتیاج داره این رو حواستون باشه برای اینکه بیشتر یاد بگیریم من این جملات رو براتون آماده کردم مام worked all day meanwhile I was at school تمام نکات رو اینجا داریم بچه ها مام worked all day به خودی خود یک جمله کامل هستش و در آخرش نقطه قرار گرفته به این معنی که این جمله تمام شده meanwhile رو استفاده کردیم و بعدش گفتم به کاما احتیاج داره کاما رو گذاشتیم و جمله رو ادامه دادیم I was at school Mom worked all day Meanwhile I was at school مادر تمام روز رو کار کرد در حالی که من در مدرسه بودم یا در مدرسه حضور داشتم جمله دوم My brother was making dinner Meanwhile I was setting the table. برادرم داشت شام را آماده می کرد یا شام می پخت در حالی که ضمن این که من داشتم میز رو آماده می کردم یا میز رو می چیدم. جمله سوم Leave the cake to cool completely. Leave the cake to cool completely. نقطه رو گذاشتیم. جمله اول تموم شد. Meanwhile make the topping make the topping میگه که بچه ها leave the cake to cool completely. یعنی کیک رو بذار کنار تا کاملا سرد و خنک بشه در حالی که ضمن این که یا در خلالش برو تاپینگ رو درست کن تاپینگ بچه ها همون چیزهایی که روی کیک میذاریم برای تزیین کردن خامه میتونه باشه یا حالا هر چیز دیگه ای بهش میگیم تاپینگ تاپینگ make the topping یعنی اون تاپینگ چیزای تزئینی که روی کیک میذاری رو درست کن این از این بچه ها حالا نوبت شماست که بچه ها به بگین جای خالی چه کلماتی قرار میگیره جمله اول the doctor will see you again next week blank space you must rest as much as possible جمله دوم you can go swimming blank space I'm having lunch. I'm having lunch. کدوم یکی قرار میگیره؟ پایین تو کامنت ها برام بنویسین میخونمشون. خب دوستان این بود از درس امروز امیدوارم که ازش لذت برده باشین سابسکرایب یادتون نره برای ویدیوهای بیشتر همچنین تو کانال تلگرام من عضو بشین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین